سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از احمقانه ترین انتخاب های اخلاقی در بازی های ویدیویی آماده کردم. خب منظورم از انتخاب های احمقانه انتخاب هایی که جوابشون کاملا مشخصه، به همین دلیل احمقانه محسوب میشن. امروز میرم سراغ 10 تا از اونا. اما بچه ها قبل از اینکه شروع کنیم، بالاخره ما Anime Facts رو هم به کانال خودمون اضافه کردیم، عضو جدیدمون که قراره براتون کلی ویدیوی خفن در مورد تاپ 10 تئوری و حتی خلاصه فصلهای انیمه های مختلف براتون آماده کنه. پس اگه از جمله طرفدارای انیمه هستید، حتما از لینک زیر ویدیو به Anime Facts سر بزنید و با سابسکرایب کردن ازش حمایت بکنید. شماره 10، Fable Sword of Eon. یکی از دوتا قدرتمندترین اسلحه هایی که داخل بازی فیبل وجود داره شمشیر ایانه، که شما میتونید اونا با قربانی کردن خواهرتون به دست بیارید. درسته برای اینکه این شمشیر رو به دست بیارید باید خواهر خودتون رو بکشید، اما خب فقط دوتا مشکل وجود داره که این انتخاب رو به شدت احمقانه میکنه. اول از همه شما زمانی میتونید این شمشیر رو به دست بیارید که جک آف بلیدز رو شکست دادید، یعنی همون باس آخر بازی. خب چه فایده‌ای داره حالا شما این شمشیر رو داشته باشید؟ از اون احمقانه تر میدونید چیه؟ این که اگر شما تصمیم بگیرید شمشیر ایانا نابود بکنید، یک شمشیر دیگه به دست میارید که خب دقیقاً قدرتش به اندازه همین سلاحه. خب بیاید یکم فکر کنیم چه دلیلی داره وقتی که شما باس آخر بازی رو شکست دادید بیاید خواهر خودتون رو بکشید تا یک شمشیر به دست بیارید، شمشیری که حتی میتونید با نابود کردنش یه شمشیر دیگه به اندازه قدرت اون داشته باشید. همونطور که گفتم این انتخاب به معنای واقعی کلمه احمقانه است. شماره 9، بایوشاک لیتل سیسترز. اما حالا میریم سراغ یکی از قدیمی ترین انتخاب های اخلاقی که فکر میکنم توی خیلی از لیستا بهش اشاره کردیم. توی بازی بایوشاک شما دوتا انتخاب دارید، اینکه لیتل سیسترز ها یعنی همون دختر بچه های کوچولو رو بعد از شکست دادن بیگ ددیشون بکشید و نیروی عدمشون رو به دست بیارید، یا اینکه اونها رو رها بکنید و نجات بدید. خب اگر شما اونها رو نجات بدید، تقریبا میشه گفت مقدار کمتری عدم به دست میارید از زمانی که اونها رو بکشید. اما اگر همین دلیل برای شما کافی نیست، اینا باید بدونید که پایان اصلی بازی یا همون پایان خوب بازی زمانی نصیب شما میشه که بیشتر لیتل سیسترز ها رو شما نجات داده باشید. خب واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که شما بخواید از گزینه اول استفاده بکنید، اینکه لیتل سیسترز ها رو بکشید و خب اینجوری مقداری عدم بیشتر به دست بیارید و پایان بدو بگیرید. شماره 8، Red Dead Redemption 2، پول یا جان. اگر به دست آوردن پول توی بازی Red Dead Redemption 2 اونقدر ساده نبود، شاید میگفتیم این انتخاب سخت باشه. اما خب توی این بازی شما به راحت ترین شکل ممکن میتونید پول به دست بیارید. پس واقعا چه دلیلی وجود داره که به جای کمک کردن به جان برید سراغ پولی که داخل کمپه؟ از اون گذشته این مرحله توی چپتر 6 رخ میده. خب توی این قسمت از بازی دیگه شما تقریبا هر چیزی که نیاز داشته باشید و خریدید. پس همونطور که گفتم نجات دادن پول واقعا احمقانه است و شما میرید سراغ کمک کردن به جان. از اون گذشته آرتور توی این مرحله از بازی دیگه میدونه سلش وخیم شده و وقت زیادی برای زندگی نداره. پول دیگه به چه دردش میخوره؟ تازه جان کاراکتر اصلی بازی Red Dead Redemption 1 هم هست. پس این یعنی شما به صورت کنن بهش کمک کردید. یکی از احمقانه ترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید اینه که به جای کمک به جان برید سراغ پول. شماره 7، Assassin's Creed Odyssey تا اون. توی همون مپ اول بازی یعنی کاتالونیا شما چند تا کوست فرعی خیلی باحال دارید. یکی از اونا مربوط به این خانواده میشه که توسط راهب جزیره دستگیر شدن و اون میخواد این خانواده رو بکشه. چرا؟ چون باور داره که اعضای این خانواده مبتلا به طاعون هستن و اگر این کار نکنن طاعون توی کل جزیره پخش میشه و همه رو نابود میکنه. خب شما اینجا دو تا انتخاب دارید، یا یعنی اینکه به اعضای اون خانواده کمک بکنید و یا یعنی اینکه اجازه بدید پریست اونها رو بکشه. خب اگه یک ذره با ویروس ها و نحوه آلودگیشون آشنایی داشته باشید، احتمالا میدونید که زنده نگه داشتن این خانواده باعث میشه کل جزیره نابود بشه. به همین دلیل کاملا منطقیه که به راهب اجازه بدید از شر این خانواده خلاص بشه. آره میدونم شاید کمی ظالمانه به نظر برسه، اما اگر شما انتخاب دوم انجام بدید و به خانواده کمک بکنید، در انتها مشخص میشه که بیماری توی کل جزیره پخش شده و افراد خیلی زیادی به خاطر انتخاب شما جون خودشون رو از دست دادند. شماره 6، Infamous قضا. داخل بازی Infamous انتخاب های مختلف زیادی وجود داره که بعضیاشون واقعا احمقانن، چرا که سیاه‌سفیدن. به عنوان مثال
همون اوایل بازی شما با یک محموله غذا رو در رو میشید، محموله‌ای که توسط هواپیما پایین انداختن. اونجا میبینید که مردم معمولی که خب مدت هاست غذا نخوردن رفتن سراغ اون محموله و سعی دارن اونا رو برای خانواده‌های خودشون بردارن. اما شما اینجا میتونید دو تا انتخاب بکنید، اینکه به مردم شلیک بکنید و غذا رو برای خودتون بردارید و یا اینکه غذا رو اجازه بدید به همون خانواده‌ها برسه. جالب بدونید که این انتخاب هیچ تأثیری توی بازی نداره. اگر به مردم شلیک بکنید و غذا رو به کمپ خودتون ببرید، میبینید که همه از دست شما عصبی هستن و این کار شما رو نهی میکنن. پس خیلی طبیعیه که شما این انتخاب رو نکنید و به مردم اجازه بدید تا این غذا رو برای خودشون بردارن. جوری 5. دیترویت بیکام هیومن، نجات دادن جریکو. داخل بازی دیترویت بیکام هیومن شما کلی انتخاب احمقانه دارید. خب به نظر من در صدر اونا این یکی قرار میگیره. اگر شما توی مرحله‌ای که با مارکوس دارید انجام میدید، یعنی همون اندرویدی که قرار مثلا عیسی مسیح ربات ها باشه، همه انتخاب های خودتون رو اشتباه انجام بدید، به قسمتی میرسید که بقیه اندرویدها تصمیم میگیرن شما را از جریکو تبعید کنن. وقتی که شما از کشتی دارید میرید، یهو میبینید که هلیکوپتر انسان ها به اونجا رسیده و تصمیم دارن به اندرویدها حمله بکنن. حالا شما اینجا یک انتخاب دارید، اینکه برید به اندرویدها کمک بکنید و یا اینکه اونا رو به حال خودشون رها بذارید. اگر شما گزینه دوم انتخاب بکنید و اونها رو به حال خودشون رها بذارید، یک کاتسین پخش میشه که نشون میده انقلاب اندرویدها نتونسته موفق باشه. خب همه چیز به تاریکی مطلق فرو رفته، البته برای اندرویدها. این نشون میده این انتخاب از بیخ اشتباه بوده و شما باید میرفتید سراغ گزینه اول، به اندرویدها کمک میکردید. شماره 4، GTA V دستویش. اما قطعا یکی از احمقانه ترین انتخاب هایی که کلا شما توی بازی های ویدیویی باش رو در رو میشید، مربوط به پایان بازی GTA V میشه. وقتی که شما ساعت ها مراحل مختلف و واسطه کاراکتر اصلی رد کردید، حالا اینجا شما دوتا انتخاب دارید، اینکه با فرانکلین برید سراغ مایکل اونو بکشید و یا اینکه برید سراغ تریور کار اونو بسازید. اما یه انتخاب سوم هم دارید، اینکه با دوتا دوست خودتون متحد بشید و بعد برید سراغ نیروهای متخاصم اونا رو بکشید. خب وقتی همچین انتخابی وجود داره، واقعا چه کرمیه که شما نخواهید اونا بردارید؟ یعنی چه دلیلی وجود داره که شما برید یکی از اون دو تا کاراکتری که این همه باش مرحله رد کردید و قطعا باشون خاطره دارید و بکشید؟ بماند که این انتخاب کلا برای پلیر احمقانه است. خود فرانکلین کلا همچین شخصیتی نداره که بخواد به دوستای خودش خیانت بکنه. پس کاملا منطقیه که شما برید سراغ انتخاب سوم و خب دو تا دوست خودتون رو نجات بدید. شماره 3، بتمن آرکام سیتی، کتوومن. کتوومن از جمله کاراکترهایی که قطعا شما نمیتونید بهش اعتماد بکنید. اون بارها سر بتمن کلاه گذاشته، اما یه خط قرمز داره. هیچ وقت کاری نمیکنه که بتمن جون خودشو از دست بده. با اینکه همه از این قضیه اطلاع داریم، راکستدی یک انتخاب خیلی احمقانه رو داخل بازی قرار داده که شما وقتی کنترل کتوومن رو دارید، بیخیال کمک کردن به بتمن بشید و بذارید اون توسط جوکر کشته بشه. اینجوری کل گاتام به تاریکی فرو میره. خب قطعا در نهایت جوکر سراغ خود کتوومن هم میره. همونطور که گفتم، این انتخاب به هیچ عنوان به شخصیت کتوومن نمیخوره. حتی اگر شما اونو بردارید، بازی خودش میدونه این انتخاب اشتباهه و بعد ریواین میشه، برمیگرده به جایی که شما باید دوباره انتخاب بکنید. و خب از اونجایی که میتونید این انتخاب غلط بوده، باید به بتمن کمک بکنید. شماره 2، فالات 3، استفاده از ویروس FEV. از همون اول که بازی فالات 3 شروع میشه، اسم یک چیزی که خیلی به گوش شما میخوره، پروژه پیوریتی، که توی این پروژه قرار پدر شما با استفاده از یک تصفیه خونه آب رادیواکتیو کل شهر رو بگیره تصفیه بکنه تا همه بتونن از این آب پاکیزه استفاده بکنن. کل تلاشی که شما میکنید برای رسیدن به این هدفه. اما در اون اواخر بازی، رئیس جمهور ایدن با شما تماس میگیره و بهتون یک انتخاب میده. اون از شما میخواد تا آب رو به ویروس FEV آلوده بکنید، تا اینطوری فقط کسایی که سزاوار زنده بودن هستن و خب انسان کامل به شمار میرن با خوردن آب زنده بمونن. یعنی هر کس دیگه که از نظر ویروس FEV سزاوار زنده بودن نیست، از بین میره. این در حالی که شما در این نقطه از بازی کلی با کاراکترهای مختلف آشنا شدید که خب انسان نیستن، اما شما باشون نزدیکید، مثل فاکس. واقعا دلیلی نداره که همه تلاش خودتون رو بذارید کنار و از این ویروس استفاده بکنید. میدونید چرا این انتخاب واقعا احمقانه به نظر میرسه؟ چون که آخر بازی بهتون گفته میشه شما میتونید از ویروس FEV استفاده بکنید. اگر از همون اول همچین راهی رو شما میتونستید داشته باشید، شاید بعضیا دوست داشتن ازش استفاده بکنن. شماره 1، فار کرای 3، پایان. اما خب یکی از قدیمی ترین انتخاب های احمقانه که خیلیا باهاش درو شدن، مربوط به بازی فارکرایس و انتهاش میشه، جایی که شما دو تا انتخاب دارید.
بی خیال سیترا بشید و برید به دوستاتون کمک بکنید، همون دوستایی که از اول بازی دهن خودتون رو سرویس کردید تا پیداشون بکنید. اما یک انتخاب دیگه هم وجود داره، اینکه شما کلا بی خیال هدف بازی بشید، دوستای نزدیکتون رو بذارید کنار، اونا رو بکشید تا برید به سیترا بپیوندید که خب جدیداً باش آشنا شدید. اگر شما همچین انتخاب احمقانه رو بکنید، پایان اصلا جالبی هم نداره، چرا که سیترا بعد از اینکه ازتون حامله شد شما رو میگیره با چاقو میکشه. پس واقعا خیلی منطقیه که شما بیخیال انتخاب دوم بشید و برید دوستای خودتون رو نجات بدید، چرا که در آخر سیترا قراره بهتون خیانت بکنه. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم انتخاب احمقانه دیگه میشناسید؟ حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم تا خوب داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.